سلام، من نازنین معتمدی هستم. این برنامه 37 درجه اختصاص داره به لکنت. گفتار درمانی رو باید از چه سنی شروع کنیم که لکنت به طور کامل درمان بشه؟ و همینطور چند نکته طلایی بهتون میگیم در برخورد با افرادی که لکنت میکنن که زندگیشون رو خیلی راحت تر کنیم. لکنت چرا اتفاق میفته و مؤثرترین درمانش چیه؟ والدین چه نکاتی رو باید رعایت کنن تا لکنت بچه رو به کمترین حد ممکن برسونن؟ چه کار کنیم که لکنت به عنوان یک تفاوت گفتاری پذیرفته بشه؟ تحقیقات نشون دادن که وقتی اسم لکنت میاد بیشتر ما به واژه‌هایی مثل ضعف، ترس و اضطراب فکر میکنیم. ولی نگاهی به این پوستر بندازید. افراد مشهوری که همشون لکنت داشتند و دارند. جو بایدن، رئیس جمهوری آمریکا، مریلین مونرو از مهمترین بازیگرای سینمای قرن بیستم، امیلی بلانت، هنرپیشه، اد شیرن، خواننده، چرچیل و جورج ششم پادشاه بریتانیا که فیلم سخنرانی پادشاه را از زندگی اون ساختند. این مثال‌ها چند تا نکته رو به ما یادآوری می‌کنه. یک، بسته به اینکه چه سنی اقدام کنیم برای درمان، کسایی که لکنت دارن کاملاً میتونن درمان بشن یا لکنتشون رو تحت کنترل در بیارن. دو، افرادی که لکنت دارن نباید بزنن این مسئله کل زندگیشون رو تحت تاثیر قرار بده. و سه، جامعه، یعنی تک تک ما باید بدونیم که این افراد فقط نوع گفتارشون با ما فرق داره. همین. اما متاسفانه آگاهی جمعی در ایران و افغانستان نسبت به لکنت خیلی کمتر از اون چیزیه که تصور میکنیم. من یک فرد دارای لکنت هم. با لکنت، با سخت‌ترین نوع لکنت از نوع قب. وقتی میخواستم بچه بودم، میخواستم شعر بخونم، آب دیر میکردم. شاید من ثانیه ها گفت میشدم و نمیتونستم حرف بزنم. من تا کلاس پنجم فکر میکردم که لال هستم، به خاطر اینکه دیگران به من میگفتن لال. و که معلم کلاس پنجمم برای پدرم یک یادداشتی می نویسن که دخترت لال نیست، گفتار درمانی ببرش. و من از اول راهنمایی میرم گفتار درمانی. کسانی که تجربه لکنت ندارن نمیتونن اون لحظه ای که یک فرد دارای لکنت میکنه رو تصور کنن. برای من شبیه پرت شدن از یه پرتگاه بود، پر از وحشت، ترس، شرم. یه چیزی که میخواستی فریز کنی خودت رو توش نگهداری، وحشت میکردی، فکر میکردی من الان میمیرم. ولی اگه بتونیم از هر کدوم از این تجربیات استفاده کنیم و با ترسمون رو به رو بشیم که چاره دیگه هم نداریم، اون وقت ما هر بار قوی تر میشیم، هر بار میفهمیم اونقدری که فکر میکردیم وحشتناک نبود. برای اینکه ببینیم لکنت چیه، اول باید ببینیم گفتار و صدا چطور تولید میشه. موقع تنفس اکسیژن رو وارد ریه هامون میکنیم و دی اکسید کربن از ریه ها خارج میشه، وارد نای میشه و با عبورش از حنجره تارهای صوتی رو مرتعش میکنه و صدا تولید میشه. برای تولید بعضی از صداها ما مسیر خروج گاز دی اکسید کربن از دهان رو میبندیم و ناگهان باز میکنیم، مثل پ، که، گ. برای بعضی صداهای دیگه ما دی اکسید کربن رو با سایش از اندام گفتاریمون خارج میکنیم، مثل س، ش. در لکنت اتفاق که میفته اینه که مسیر خروج گاز دی اکسید کربن با مانع روبرو میشه که این 4 حالت داره. گاهی فرد تارهای صوتیش رو به هم میچسبونه و مسیر خروج هوا رو با زبان و لبهاش میبنده و نمیذاره دی اکسید کربن خارج بشه که به این میگن لکنت حالت قفل. گاهی صدا رو بیشتر از حد عادی میکشه که به این میگن حالت کشیدگی. گاهی فرد نمیتونه از تولید یک هجا به هجای دیگه بره که بهش میگن لکنت تکرار. و در نهایت ممکنه فرد برای تولید کلمه بعدی مکس طولانی تری داشته باشه که بهش میگن لکنت مکس. برای گفتگوی بیشتر در این زمینه با دکتر حمید کریمی صحبت میکنیم که دکترای گفتار درمانی دارن و عضو هیئت علمی دانشگاه چارلز داروین استرالیا هستن. آقای دکتر، فرد دارای لکنت دقیقاً میدونه چی میخواد بگه و واژه‌هاشو تو ذهنش داره، درسته؟ لکنت اختلال گفتاری هست، نه یک اختلال روانشناختی. در واقع جنبه روانی گفتار در افراد دارای لکنت آسیب دیده. وقتی میخوان صحبت بکنن، علارغم اینکه میدونن چی میخوان بگن و واژه‌های کافی برای بیان حرفشون رو دارن، دوچاره گیر میشن. مثلا لبهاشون حالت قفل شدگی، وقتی میخواد سلام بکنه ممکنه بگه سلام،
یا ممکنه وقتی میخواد بیان بکنه با تکرار قسمت اول کلمش این کار رو بکنه، س س س سلام، یا ممکنه که کلمه رو وقتی میخواد بیان بکنه حرف اول رو به صورت کشیده بیان بکنه، سلام، و باعث میشه که من وقتی گفتارش رو میشنویم یه مقدار ناروانی در گفتارش احساس میکنیم. آیا تحقیقات تونستن دقیقا نشون بدن که علت لکنت چیه؟ در واقع لکنت چند فاکتوری هست، یک علت واضح نداره. علت اصلی برمیگرده به تفاوت‌هایی که در هماهنگی حرکتی وجود داره در افراد دارای لکنت، که زیر بنای اون مشکل برمیگرده به تفاوت‌هایی که در عمل کرده سیستم عصبی این افراد وجود داره. ولی این به این معنی نیست که افرادی که لکنت میکنن مغزشون آسیب دیده، درسته؟ هیچگونه آسیب مغزی در افراد دارای لکنت رشدی وجود نداره، بلکه یک تفاوت در عمل کرده مغز هست. تحقیقات نشون داده در بزرگسالای دارای لکنت مناطقی از نیمکره چپ مغز که شبکه های عصبی پردازش اطلاعات زبانی و گفتاری هستند کمتر فعالن در افراد دارای لکنت موقع صحبت کردن. در واقع تفاوت یک فردی که لکنت داره با لکنت نداره در این هست که مدت زمانی که پیام های عصبی در مغز پردازش میشه و دستورهای حرکتی صادر میشه جهت حرکت های گفتاری در حد هزارم ثانیه متفاوت هست، و این ممکنه باعث بشه که یک کلمه ای که من بیان میکنم در 2 ثانیه، یک فرد دارای لکنت ممکنه در 3 ثانیه بیانش بکنه، و این تنها تفاوت هست. به شما برمیگردیم. همونطور که دکتر کرمی گفتن، تفاوت حرف زدن کسی که لکنت داره با حرف زدن ما فقط چند ثانیه است. ببینید تحمل نکردن و صبر نکردن همین چند ثانیه چه تأثیری تو زندگی کسی که لکنت میکنه داره. وقتی که با یک فرد برخورد میکنیم، اگر اون فرد به ما بگه که عجله داره و دیرش هست، و یا نه ممکنه هیچی به ما نگه و ما از حرکات دست، صورت یا هر چیز دیگه ای ما بفهمیم که این فرد عجله داره، ناخودآگاه یک استرس درونی در ما شکل میگیره و باعث میشه که من دچار لکنت بشم و گاهن قفل میکنم. پس از شما خواهشمندم که در برخورد با افراد دارای لکنت یک مقدار صبورتر باشیم. این مقدار صبوری 5 ثانیه، 10 ثانیه، شاید هم کمتر برای شما وقت ببره، ولی همین 5 ثانیه‌ها و 10 ثانیه‌ها باعث میشه که من دارای لکنت بتونم راحت‌تر منظور خودم رو برسونم. دکتر کریمی، یه دلیل این که ما بلد نیستیم با افراد دارای لکنت درست برخورد کنیم این نیست که در رسانه‌ها از گفتار دارای لکنت استفاده نشده یا از بچگی مثلا شخصیت کارتونی دارای لکنت ندیدیم؟ پذیرش تفاوت‌های فردی خیلی کمک کننده خواهد بود. اینکه حالا یک شخصیتی که تلویزیون بیاد با لکنت صحبت بکنه یا نکنه به نظر من یه موضوع باز یکم کمتر مهم هست، ولی کارهای دیگه هم میشه انجام داد. اینکه به فرض آموزش بدیم به بچه‌هامو که بپذیرن ما با هم متفاوتیم، من یک مهارتهایی دارم، شما یک مهارتهایی، و همه ما در یک مهارتهایی با هم دیگه متفاوت هستیم. بارها شنیدیم توی تلویزیون، بارها دیدیم در افراد مختلف میگن که در گفتن حرف حقیقت لکنت نداشته باش، الکن نباش، و از این واژه ها برچسب های منفی و عدم استفاده از شخصیت های منفی در فیلم ها، شخصیت هایی که لکنت می کنن و نقش منفی در فیلم دارن، می تونه بهترین چیز باشه. اگه خیلی خلاصه بگید، در برخورد با کسی که لکنت داره چه کارهایی نباید بکنید؟ اگر من لکنت کردم، لطفاً با لبخند به من نگاه نکنید. لطفاً روتون رو از اون طرف نکنید به خاطر اینکه به من کمک بکنید و به خاطر اینکه به من بگید که نگران شما نباشم. وقتی شما روتون رو از من برمیگردونید، من بیشتر نگران میشم. لطفاً حرفای منو کامل نکنید. با لکنت جوک نسازید. من لذت نمیبرم از شنیدن جوک هایی که از واژه لکنت هست یا ادای افراد دارای لکنت داره در آورده میشه توی اون جوک ها. لطفاً به من فرصت کافی بدید که حرفم رو کامل بکنم. من حرفای خوبی برای گفتن دارم. من به اندازه شما باهوش هستم. من به اندازه شما توانمند هستم. من فقط زمان بیشتری برای حرف زدن میخوام. لطفاً به من این امکان رو بدید که از حرف زدن با شما، مصاحبت با شما لذت ببرم.
لطفا وقتی که من توی مهمونی هستم با من هم بیان شروع به صحبت کردن بکنید. فکر نکنید که اگر با من صحبت بکنید من خجالت میکشم به خاطر لکنت کردنم. دلیلی نداره، این خطای من نیست که من لکنت میکنم. یک تفاوتیه که در سیستم گفتاری من وجود داره و میتونم تلاش بکنم و اینقدر قوی هستم که بتونم اون رو کنترل بکنم در لحظات زیادی. برای در یه لحظاتی ممکنه نتونم کنترلش بکنم و با وجود لکنتم اینقدر قوی هستم که باز حرفم رو به شما بزنم. خیلی نکات مهمی بودن دکتر کریمی، خیلی ممنون. یکی از اشتباهات رایجی که در برخورد با افراد دارای لکنت داریم رو از زبون آقای اکبری بشنویم. همون مثلا روزای مثلا اول، خب موقعی که من لکنت کردم این دیگه داخل ذهنش مثلا افتاد که این شخص ناشنواست. خب و خیلی باحاله هر موقع که یا تو اینطوری بکنه مثلا اینطوری بکنه خیلی باحاله نو بگه خیلی باحاله مثلا هر چی بخواد بگه مثلا عدا شد هر میاره مثلا میگه یه دونه خامه خامه اینطوری مثلا میگه حالا هر چی هم مثلا هم باش مثلا ما میگم که خانوم من تعداد رو میشنوم ایجید و صحبت کنید من قدم یه ره و قدم دو داره هردوش میگه پفک داری خچ خچ خچ. بعضی وقتها ما از روی ناآگاهی یک جمله‌ای به فردی که لکنت داره میگیم و رد میشیم، ولی تأثیری که اون جمله ما روی روان فرد میذاره ممکنه تا سالها باش باقی بمونه. توی ابتداییم و راه نماییم تفاوت زیادی با دانش آموزان دیگه احساس نمی کردم و همیشه حتی برای درس جواب دادن داوطلب هم بودم. اما توی دبیرستانم یه اتفاقی افتاد که از نظر من فاجعه بود و اون هم این بود که تعدادی از دبیرانم، حالا نه همشون، اینها هر وقت که در درس میپرسیدن به من میگفتن که شما جواب سوالاتو یا روی تخته یا یادداشت کن یا روی کاغذ و فکر میکردن که با این کارشون به من کمک میشه یا اینجوری راحت ترم. اما این اتفاق اونقدر تکرار شد که من دیگه باور کردم که توانایی صحبت کردن توی جمع رو ندارم و دیگه سعی میکردم حتی تو جمع دوستانم هم کمتر صحبت کنم و اگرچه که الان توی دانشگاه سمینارهایی داشتم یا حتی سمینارهای انگلیسی داشتم، اما هنوز این ترس رو دارم که اگر توی جمع نتونم صحبت کنم چی میشه؟ ضعف یا تفاوت، مسئله این است. این عنوان سخنرانی شقایق جهانبانی در تدکس جوانان تهران بود. بعد از پخش این سخنرانی بود که خیلی ها تشویق شدن راجع به لکنتشون صحبت کنند. زمانی که ما تصمیم گرفتیم نجاری رو تأسیس کنیم گفتن که شما نه تنها دخترین و نمیتونین نجاری کنین، بلکه خلاف عرف هم هست و من تنها چیزی که میشنیدم این بود که خب نقطه قوتم رو پیدا کردم، یعنی بین تمام نجارهای مرد من شدم نجار زن و بین همه نجارهای زن من شدم اون نجاره که
با نمک صحبت میکنه. شقایق جهانبانی مهمون ما هستن. شقایق، سخت‌ترین موقعیت‌هایی که توش قرار گرفتی چیا بودن؟ موقعیت‌هایی که قراره که یهو یه کلمه رو بگم، مثل تاکسی سوار شدن. آخ آخ، اصلا انقدر سخته، چون یهو گیر می‌کنی، بعد تاکسی وای ساده. من نگات می‌کنه بعد مثلا بعد هی چش تو چش نگاه کنی تا بتونی بگی. تو جمع حرف زدن که فکر می‌کنم اصلا برای همه سخته، برای همه کنه، برای بیشتر آدما سخته. استرس در نهایت هست تو جمع زیاد. دیگه تلفن حرف زدم. تلفن حرف زدم با کسی که غریبه است، مثلا غذا سفارش دادن، یهو ممکنه که گیر کنم، بعد طرفه میکنه قطع میکنه. راه حلی که به کار خودت اومد چی بود؟ آدمیم که زیاد حرف میزنم، یعنی حرف زدن رو دوست دارم، خاطره تعریف کردن رو دوست دارم، ولی خب حرف نمی زدم، خیلی کم حرف می زدم. خاطرات طنزم هم خیلی زیاده. دیگه شروع کردم از یه جایی به بعد خیلی طولانی جوک های طولانی، خاطرات طولانی تعریف می کنم و به نظر خودم خیلی کمک کرده به هم و جذابم هست دیگه. بعد خب آدم از جمعای کوچیکتر میتونه شروع کنه جمعای دوستای نزدیک و اینا، بعدم دیگه ترسم ری تو مهمونیای بزرگ ممکن بود جمعو بگیرم دستم، شروع کنم خاطره گفتم و این حرف زدن حس خوبی به خودم میداد، یعنی که دارم کم کم جرأت میکنم بدون اینکه فکر کنم که چه شکلی دارم حرف میزنم حرف بزنم. الان اگر یه پدر و مادری رو ببینی که بچهشون لکنت داره، بهشون چه توصیه‌ای میکنی؟ اینکه حداقل بچگی بچه رو با درمانهای طولانی نگیرن ازش، یعنی حداقل اگر که پیش گفتار درمانگر میرن بلد باشه که بازی کنه، یعنی با بازی حداقل مثلا درمانی اگر هست صورت بگه، یا این احساس رو ندن که این یه مریضیه و تو باید خوب بشی. این حسه رو بدن که این یه تفاوته، میتونه که خوب شه، میتونه نشه، اشکالی نداره اگه نشه. آها، یه چیزی که بهشون میگم اینه که فکر نکنن که به خاطر اینکه بچه لکنت داره باید حمایت بیشتری ازش بکنن، که باز اون بچه احساس ضعیف بودن بکنه. خیلی ممنون شقایق از وقتت. در روند درمان لکنت نقش پدر مادرها شاید چیزی کمتر از نقش گفتار درمانگر نباشه. اینکه پدر مادرها زودتر بپذیرن این مسئله رو، احساس تقصیر نکنن و برای درمان اقدام کنند. من مادرها و پدرهایی رو میبینم بسیار مضطرب، استرس دارن و خیلی ناراحتن و اینکه بچه‌شون دارای لکنته یه جوری صحبت میکنن که من اون لحظه با خودم میگم خب من هم پدر مادری داشتم دیگه، من آینده اون بچه دارای لکنت هم. این که تو پدر مادر به جای اینکه وقت و انرژی تو بذاری خودت فرزندت رو نابود کنی، اعتماد نفسش رو بگیری و بهش با این قصه خوردنت اون رو آزرده خاطر کنی، اون رو فشار قرار میدی، اینکه اون فرزند برای اینکه رضایت پدر مادرش رو جلب کنه، قصه مامانش رو کم کنه، به خودش فشار میاره. اون فشار لکنت رو تشدید میکنه. آسیبی که استراب و قصه خوردن پدر مادر به کودک دارای لکنت میزنه هیچ کس توی جامعه نمیتونه بزنه. به بحث گفتار درمانی میرسیم. گفتگویی داریم با خانم سعیده احمدی، آسیب شناس گفتار و زبان در تهران، که 27 ساله دارن گفتار درمانی میکنن. خانم احمدی، شروع لکنت از چه سنیه؟ لکنت زیر سن 6 سال شروع میشه، یعنی زمانی که کودک داره زبانش رو گسترش میده و از زمانی معمولا شروع میشه که کودک شروع به گفتن جملات پیچیده میکنه. به همین جهت معمولا بین 2.5 تا 6 سالگی شروع میشه. چقدر لکنت در کودکان شایع هست؟ لکنت تقریبا 5% کودکان زیر سن 6 سال رو درگیر میکنه، ولی همه این 5% تا آخر این لکنت رو ادامه نمیدن. بنابراین از هر 5 تا بچه‌ای که این مرحله رو در واقع نشون میدن، 4 تاشون خود به خود خوب میشن، 1% نیاز پیدا میکنن مداخله گفتار درمانی روشون صورت بگیره. پسرها 4 برابر دخترها دچار این مشکل میشن و کمتر هم بهبود خود به خودی پیدا میکنن. بنابراین اگر فرزند ما پسر هست،
باید یه مقدار جدی بگیریم. و اگر دختر هست ولی 6 ماه از لکنتش گذشته و خوب نشده، باید جدی بگیریم. یعنی دختری که بیشتر از 6 ماه طول بکشه دیگه باید نگران باشیم که خود به خود خوب نخواهد شد. اگه زمینه ژنتیکی و سابقه فامیلی داشته باشیم قطعا باید جدی تر بگیریم. در چه سنی افراد دارای لکنت به شما مراجعه کنند که بهترین نتیجه را از درمان بگیرند؟ ببینید، زیر سن مدرسه شانس درمان خیلی خیلی بالاست. یعنی تقریبا میشه گفتش که اگر زیر سن مدرسه والدین مراجعه بکنن و تمام نکاتی رو که درمانگر میگه رعایت بکنن، تقریبا میشه گفت 100% مواردی که مراجعه میکنن درمان میشن. سن مدرسه یعنی سن 6 سال سنیه که آگاهی واجی، یعنی آگاهی زبانی کودک زیاد میشه. وقتی که بچه از نظر زبانی به این حد از رشد میرسه، هم خود کودک نسبت به لکنتش آگاه تر میشه، یعنی حساس تر میشه، میفهمه داره یه اتفاقی تو گفتارش میفته، و هم اینکه کودکان همسنش متوجه میشن و بهش فیدبک میدن، بهش میگن تو چرا اینجوری حرف میزنی، ازش سوال میکنن. در حالی که تو سنین قبلش، مثلا تو پیش دبستانی، هیچ وقت والدینی همچین شکایتی ندارن. و همینجوری قبل از اینکه در واقع مسائل روحی روانی بیاد روی لکنت سوار بشه و لکنت رو از یه اختلال ساده گفتاری به یه اختلال پیچیده تر تبدیل بکنه، درمان بشه. به پدر و مادر کودکی که با لکنت میان برای درمان چه توصیه هایی میکنید؟ ببینید، یکی این که سطح استرس رو تو خانواده کم، یعنی استرس از اون عواملی هست که شدت لکنت رو افزایش میده. اگر والدین آرومتر صحبت بکنن، کودک ناخودآگاه از اونها الگو میگیره و با سرعت کمتر صحبت میکنه. معمولا ما میگیم که 2-3 ثانیه بین اتمام جمله یه نفر و شروع جمله نفر بعدی توی خانواده فاصله باشه، در واقع سرعت چرخش مکالمه رو در واقع کمتر میکنه. به میان حرف هم پریدن مثلا یکی از اون عادتهایی هستش که معمولا لکنت رو زیاد میکنه، و سوال پیچ نکنیم. و اگر میخوایم ازشون سوال بکنیم، سوالایی بپرسیم که جواباش خیلی کوتاه، در حد یک کلمه 2 کلمه باشه. یه زمانهایی رو اختصاص بدیم به اینکه فقط با کودک حرف بزنیم، یعنی اینکه فرصت مکالمه 2 نفره داشته باشن. یکی دیگه چیزایی که ما معمولا میگیم اینه که وادار به هنرنمایی کلامی نکنن بچه رو. یعنی اینکه مثلا بگو سلام، بگو متشکرم، معمولا باعث میشه که لکنت شدیدتر بشه. واژه های خیلی سنگین و خیلی سطح بالای سن کودک در ارتباط با کودک استفاده نکنن، چون کودک میخواد اینا رو استفاده بکنه ولی تواناییش رو نداره، همینا باز باعث لکنت میشه. یعنی جمله هایی رو بعد و کلمه هایی رو بعد استفاده بکنیم که در سطح زبانی کودک باشه. خیلی ممنون خانم احمدی. رامین معماری هم یک توصیه‌ای برای پدر مادرهایی که بچه های دارای لکنت دارن داره. به حرف اطرافیان و افرادی که هیچ آگاهی نسبت به لکنت ندارند بها ندن. اون موضوعاتی که خیلی از مردم میگن مثلا ترس عامل لکنت، استرس و اضطراب داره، یا برای درمانش میگن که بهش مثلا تخم کفتر بدیم بخوره، یا بعضی از والدین میرن پیش دعا نویس تا اینکه دعا نویس بتونه لکنت فرزندشون رو برطرف کنه، ولی با هیچ کدوم از این کارا لکنت درمان نمیشه. جعفر به ما میگه برای درمان لکنت گفتار درمانگری در افغانستان وجود نداره. خانواده بنده از نگاه علم یا درس سواد زیادی نداشت و به این نظر بودن که لکنت درمان نداره. بنده زمانی که وارد دانشگاه شدم، لکنتم برای من بسیار مشکل ساز شد. در صدد آن شدم که لکنتم را درمان کنم. برای اولین بار رفتم در شفاخانه روانی که آنها برای من چند تا ادویه داد و بسیار اثرات ناچیز بود، و برای من آنها گفتند که این مشکل تو درمان نمیشه. آیا من به دیگران اجازه میدم به هم بگن مدلمون چرا اینجوریه یا چرا اینجوری مدار کردی؟ نه دیگه. پس چرا به دیگران اجازه میدم که بیان رو سرعت گفتار من نظر بدن؟ دیگران نظر نمیدن، ما خودمون استرس داریم که نکنه الان من
آروم حرف میزنن دیگران خسته بشن. مگه من به این فکر میکنم نکنه مدلمون اینه یا رنگ لباسم اینه دیگران اذیت بشن؟ این یک انتخابه و آدم قدرتمند کسیه که خودش انتخاب میکنه، پای انتخابش وامیسته و اصلا نگران نیست. این تایمی توه برای حرف زدن. اگه کسی حوصله نداره میتونه دوستتو نباشه. چه اصراری داریم تو زندگی آدم هایی باشیم که نمیتونن سرعت گفتار ما یا مدل گفتار ما رو تنظیم کنن؟ امیدوارم بیننده های ما در افغانستان و تاجیکستان که شاید دسترسی به گفتار درمانگر نداشته باشند با دیدن این برنامه با همکاری متخصصان در ایران برای درمان اقدام کنند. ما رو در اینستاگرام و تلگرام با هشتگ 37 درجه دنبال کنید. به همون ایمیل بزنید 37@bbc.co.uk. مراقب خودتون و اطرافیانتون باشید.